امروز میخوام براتون در مورد پاپالیتیک صحبت بکنم. خب همونطور که میدونید توی کشورهای مختلف خانم‌ها بعد از دوره زایمان یه دوره زمان مرخصی هم میتونن بگیرن که حالا تو هر کشوری این مقدار روزش متفاوته. ولی توی کشوری که من زندگی میکنم یعنی سوئد یه چیز دیگه هم وجود داره. اینجا ما آقایونم همونطوری که میبینین مرخصی بعد از زایمان داریم. قضیه از این قراره که تو بعضی از کشورها از جمله سوئد به خاطر تاکید بر نقش ما آقایان تو نگهداری و تربیت کودک این بحث پاپالدیگ یا همون مرخصی آقایون و پدران رو در نظر گرفتن. رئیس آقایون هم هستن این وسط که با این قضیه اوکی نیستن و میگن که نمیدونم ما آقایون نباید اینطوری باشیم. همین بحث سنتی فکرایی که نمیدونم این سری کارامال خانم زیاد کارامال آقایونه. هنوز اینطوری فکر میکنن بعضی دیگه. ببینیم چطوره این؟ داخه خیلی داخه نخوری اینو الان بذار اوکیش میکنم برات. سوئد جزو کشورهایی که بیشترین میزان مرخصی پدران رو داره، یعنی که هم پدر هم مادر میتونن تا 480 روز بعد از به دنیا اومدن قند عسلشون مرخصی دریافت بکنن. البته این 480 روز رو میتونن توی 8 سال تقسیمش بکنن و هر جور که دلشون بخواد میتونن این مرخصی استفاده بکنن ازش. مبلغی هم که دریافت میکنن در حقیقت 80% از حقوق دریافتی هر شخصه که در کنارش هم میتونن از دولت کمک هزینه دریافت بکنن. همونطور که گفتم کشورهایی مثل سوئد این مرخصی رو در نظر گرفتن به خاطر برابری جنسیتی. برای اینکه این قضیه رو هم تقویت بکنن یه چیز دیگه هم دارن به اسم پاداش برابری که اینطوریه که هر چقدر روزای بیشتری به صورت مساوی بین والدین تقسیم شده باشه هزینه بیشتری دریافت میکنن. تعداد مردایی که از مرخصی پدران استفاده میکنن رو به افزایشه. از اون طرف هم خیلی آقایون هستن که دوست ندارن از این مرخصی استفاده کنن، ولی خیلی از آقایون سوئدی هستن که دوست دارن از این مرخصی استفاده کنن و میگن که خانوما که از شکم مادرشون بلد نبودن بچه رو عوض کنن و با بچه بازی کنن و خلاصه با بچه ارتباط خوب برقرار کنن. خب اونا بعد از زایمان یاد گرفتن دیگه، چرا ما یاد نگیریم؟ کار سختی که نیستش مگه نه؟ قربون برم بیا عوضش بکنم. بیا باباش باباش قربونش بره. بیا 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 عزیزم بیا. آره خب بیا 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 عزیزم. این مسئله سوژه جالبی هم شده برای یکی از عکاسای سوئدی به نام یوان بامن که توی یکی از پروژه‌هاش به نام پدران سوئدی اومده لحظه‌های بین پدرها و فرزندا رو ثبت کرده و هدفش هم از این قضیه این بوده که بگه با این قضیه اینقدرم که شما فکر می‌کنین بد نیست، اتفاقا خیلی هم تو شیرین باشه و لحظه‌های جالبی هم داشته باشه. این عکاس سوئدی هم تو جاهای مختلف دنیا کارشو به نمایش گذاشته تا اینکه بتونه این مسئله تربیت کردن فرزند توسط پدر رو بیشتر جا بندازه و بگه که این مسئله عجیب غریبی نیست و پدرم خیلی میتونه تاثیر داشته باشه تو تربیت فرزند. خب امیدوارم که اطلاعات خوب بهتون داده باشم تا متوجه شده باشین که پدرها هم میتونن مرخصی بعد از زایمان داشته باشن. مثلا البته امیدوارم که این مسئله تو کل دنیا جا بیفته چون واقعا خیلی مهمه، خیلی خوبه.